مسعود کاظمی روزنامه نگار از مونیخ همراه ما هستند. به رغم فضای امنیتی که برپا شده بود در روزهای گذشته، اما شاهد برگزاری مراسم کشته شدگان خیزش مهسا بودیم آقای کاظمی در شهرهای مختلف و همینطور اعتراض خانواده ها و مردم به جمهوری اسلامی. درود بر شما. همینطور البته برخی از این تصاویری که پخش کردید واقعا دردناک بود. موضوع اساسا فکر کنم چند وجه داره. یک بخشی از ماجرا موضوع روابط انسانی و عاطفی خانواده هایی که عزیزانشون را از دست دادن و بعد از 2 سال حالا میخوان حداقل یک مراسم بزرگداشت برای اونها برگزار بکنن. در مواردی دیدیم که حکومت مانع شده، مثلا همین دقایق پیش خواهر جواد ایدری ویدیو و تصاویری منتشر کرد که عملا روستای محل سکونت خانوادهش که جواد ایدری هم در اونجا ساکن بوده در قزوین عملا محاصره شده بود، بسته شده بود. اما خانواده ها تلاش میکنن برای بزرگداشت یاد عزیزانشون مراسم هاشون رو برگزار بکنن. غیر از بعد عاطفی ماجرا و بحث خانوادگی، یک نوع دیگری از ماجرا هم باید فکر میکنم به صورت خاص‌تر بهش اشاره کردم، این که این خانواده های دادخواه اساسا با حکومتی روبرو هستن که خب هم عزیز اونها رو به قتل رسونده، کشته، در بعضی موارد برای اینکه پیکر بیجان اونها رو تحویل خانواده ها بده به اونها فشار آورده، اعتراف اجباری گرفته، حتی پول گلوله دریافت کرده و بعد از 2 سال همچنان هم نه تنها قبول مسئولیت نمی کنه، پاسخگو نیست، بلکه می دونیم تعدادی از خانواده های دادخواه در 2 سال گذشته و پیش از اون آبان 98 تا به امروز راهی زندان شدن، بازداشت شدن. بعضی از اونها همچنان در زندان هم، مثل پدر محمد مهدی کرمی، مثل مادر شهریار محمدی. خب در چنین شرایطی اساسا خانواده ابزاری نداره، چون دادخواهیش که در محاکم قضایی به نتیجه نمیرسه به زندان انداخته میشه، ابزاری جز این که یک مراسم بزرگداشت برای عزیزش بگیره نداره، که اون هم میدونیم بعضا با مشکلات و موانع زیادی روبرو میشه. حتی تهدید روزهای گذشته به خانواده هایی که اگر بخوان مراسمی برگزار بکنن، اونها هم احتمالا درگیر دالانهای قضایی و سلولهای انفرادی خواهند شد. حراس جمهوری اسلامی از خیزش مهسا آقای کاظمی از همون روزهای اول مشهود بود از اینکه اجازه نمیداد اسامی کشته شدگان مطرح بشه و خانواده ها درباره اونها حرف بزنن تا برگزاری مراسم که جلوگیری میکرد از هر گونه بزرگداشت. اینها نشانه چی هست؟ میخوام به سه موضوع، سه علت این داستانی که جمهوری اسلامی بر اساس اون عمل میکنه اشاره بکنم. بحث اولش بحث نادیده انگاری و پاک کردن جنایته، یعنی رد جنایتی که رخ داده رو میخوان پاک کنن. درسته که تصاویری وجود داره، اما اگر خانواده و دادخواهانی وجود نداشته باشن که هر روز، هر سال، هر ماه صدای عزیزان کشته شدهشون باشن، شاید کار جمهوری اسلامی رو در پاک کردن جنایتی که انجام داده کمی بهش سهولت ببخشه. بخش دوم خاطره زدایی از جامعه است، یعنی جامعه‌ای که 2 سال از اون روزها رو که خب روزهای پرخون و پردردی بوده ازش گذشته، به یاد اون روزها مجددا نیفته، هم برای اینکه به یاد نیاره حکومت چه جنایتی رو رقم زده، هم برای اینکه تداعی نکنه که اساساً این عزیزانی که کشته شدن برای چه مطالباتی به خیابان آمدن، که خب میدونیم بزرگترینش براندازی اصل حکومت و در کنارش حقوقیه که جامعه داشته و حکومت از اونها گرفته. و سومیش هم تنها سازی خانواده های دادخواهه، کاری که در طول 4 دهه گذشته از دهه 60 تا الان حکومت انجام داده و همواره تلاش کرده خانواده های دادخواه رو تنها کنه تا صدای اونها نه به جامعه، نه در عرصه بین الملل به کسی نرسه. این حکومت این روش ها رو انجام میده، فکر میکنم برای مجموعه ای از عوامل که الان اینها ستای از اونها بود که میشد بهش اشاره کرد. خیلی متشکرم از شما مسعود کاظمی روزنامه نگار که از مونیخ همراه ما بودید. از 2 سال پیش و با شکلگیری جنبش زن زندگی آزادی، طیفی از ایرانیان مقیم استکهلم با برگزاری تجمع تلاش میکنند سپاه پاسداران را در فهرست گروه های تروریستی اتحادیه اروپا قرار دهند. این معترضان امروز هم در پایتخت سوئد گرد هم آمدند و تجمع اعتراضی برگزار کردند. مهران عباسیان گزارش میدهد. اینجا در مرکز شهر استکهلم گروهی از ایرانیان تجمعی اعتراضی برگزار کردند، تجمعی برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی اتحادیه اروپا. در خیزش انقلابی زن زندگی آزادی در کشورهای مختلف
گروه‌های مردمی زیادی برای برگزاری تجمعات، سمینارها درباره این جنبش شکل گرفت. این گروه که حدود 2 ساله دارن فعالیت میکنن، یک هدف برای خودشون مشخص کردن و اون هم قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی اتحادیه اروپاست.